به به، ببین چی شده. حالا میریم برای برگر کبابی شد. حالا میخوایم تست بگیریم دیگه. شما خودتون همه کباب خوری، نگاه کنین ببینین راحت خورد میشه. نگاه کنین به این میگن کباب، اینه اون کباب بیرون. امروز میخوام بهتون یاد بدم با ایر فرایر چجوری میتونید یه کباب خوشمزه درست بکنید. سلام عرض میکنم خدمت همه شما رفقا. ببینید یکی از چیزایی که باعث شد من 14 کیلو وزن کم کردم ایر فرایر بود. بهم خیلی کمک کرد و غذامو سالم و همینطور میخوام غذای رژیمی رو بهتون یاد بدم. اما کباب کوبیده رو باهاش درست میکنم. اگه تونستید با کباب کوبیده بیرون تفاوت بذارید جایزه دارید. ایر فرایر یعنی چی؟ یعنی هوای گرم و خشک. ما قبلا هم کبابپزهایی داشتیم که تو صنعت غذا استفاده میشد برای کارهای خیلی بزرگ، مثلا برای کیترینگ های بزرگ، برای کارخونه های بزرگ، که بهش میگفتن تابشی، از بالا حرارت و باد میومد روی کبابو برشته میکرد. اما یه مشکل اصلی داره، همشون خشک میشن دیگه، جوسی نیستن، حال نمیکنی، میخوری انگار چوب خشک میخوری. مشکلشو برات برطرف کردم. اما رسیپی رو قشنگ دقت بکن، ایرادم نگیر، برو فقط درستش کن. برای هر نیم کیلوگرم گوشت، چون توی نیم کیلو بیشتر جا نمیشه، نیاز به چی داریم؟ 200 گرم پیاز. چرا؟ از حد معمول بیشتره، چون قراره که ما محاسبه بکنیم اون میزانی که رطوبت از بین میره بهش رطوبت اضافی بهش بدیم. حالا اون رطوبت رو از کجا تامینش میکنیم؟ مقداری از چربی کباب و مقداری هم از آب پیاز مضاعف، یعنی نسبت به رسیپی‌های دیگه خیلی بیشتر. کارم با پیاز هم شروع میکنم، این از پیاز خوردش میکنم. اما این پیاز نه دیگه رنده میشه نه داخل چرخه گوش میره. حتما برای این رسیپی باید از چی استفاده بکنید؟ از خردکن برقی، چون من تمام ایراداشو در آوردم و تو همین مرحله بهتون میگم. یه قلق کوچولو دیگه هم بهتون یاد بدم. حالا که میخواید اینا رو خوردشون کنید، یه مقدار کمی هم بهش نمک بزنید که آبش راحت تر خارج بشه. خب این از این. من 200 گرم توفاله پیاز میخوام، چون نیم کیلو گوشت دارم. دو تا دونه پیاز فکر میکنم اوکی باشه. اینو خوردش کنم و سایز خورد کردنش هم بهتون نشون بدم. این بعد تکسچرش اینجوری باشه، میبینید یه مقداری راف باشه، دست میکشید روش این زبری رو احساس بکنی. حالا میریم برای آبگیریش. آبگیری این یه مقداری متفاوته، همینجوری آبگیری کنید. نگاه کنید با دست، هر مقداری که آب پیاز خارج شد بیشتر سعی نکنی لای دستمال بپیچید، چون ما این رطوبت پیاز رو نیازش داریم. نگاه کنید همین اینها، این رفت اینجا. حالا اینم من آبشو بگیرم و این از پیازمون. نگاه کنید حجم پیاز رو نسبت به گوشت ببینید، خب خیلی زیاده، 400 گرم. اما برای اینه که اگه رطوبتش رفت بازم داخلش مرطوب بمونه. اما متاسفانه نیاز دارم که توی این مرحله یک مقداری کم جوش شیرین استفاده کنم برای اینکه مقاومت گوشتمو بالا ببرم. اما بهتون میزانشو میگم چقدر. یک کوچولو نگاه کنید، زیادم نمیبینید، یه کوچولو رو با آب پیاز مخلوطش میکنی، چون ایر فرایر اگه بهش این جوش رو نزنی کبابتو میکنه خشک خشک. میبینی؟ این از این، رنگش هم تغییر کرد. حالا پیاز رو بهش اضافه میکنیم و یه دو دقیقه همش میزنیم. حالا توی این مرحله گوشتمون رو اضافه میکنیم که نیم کیلو. حالا بهش نمک میزنیم. برای نیم کیلو تقریباً یه 7 گرم 6 گرم پیازش زیاده 7 گرم نمک میخواد. حالا من چشمی هم اینجوری میزنم بهش و فلفل قرمز، نوک قاشق چای خوری و فلفل سیاه، دقیقاً دو برابر فلفل قرمز. اینم از حالا میریم تو کار ماساژ دادن. حالا چون جوش داره دیگه ماساژ آنچنانی نمیخواد، من اینو ماساژ میدم تا این پیازا حسابی مخلوط گوشت بشه. نگاه کنید رونده رو، ببینید چه رونده شه. این یعنی نامبر وان. حالا ولی رنگ سرخی گوشت رفت، میدونید چرا؟ چون پیازش زیاده. اما خیلی خوشمزه و خوشخوراک و بازاری میشه. میبینید این از این. حالا حتی اگه رستوران دارید از کباب تابشی استفاده میکنید، میزان پیازتون خیلی باید بیشتر باشه، تقریبا برای هر یک کیلو 400 گرم و به تب باید از گوشت با کیفیت و گوشت خوبی استفاده کنی. من جوشو که استفاده کردم
جوش تنها راه حلیه که مقاومتش رو زیاد میکنه، میتونه از تو هواپز آبدار در بیادش بیرون. ولی خب من کباب بدون جوش هم بهتون آموزش دادم، حتی کسایی که رستوران دارن میتونن این روش رو استفاده کنن. یه چیز هم میخوام بهتون بگم، وقتی یه نفر کباب میزنه از رو گل کبابش، یکی که آشپز باشه میتونه بگه چند وقت کار کرده. بعضیا میگن نیازی نیست تون کار کنی، ولی از نوع برش یکی شفاشه میفهمه که آقا این اصلا آشپز هست یا آشپز نیستش. رد پای هر کی که کار میکنه روی کارش باقی میمونه. و اینکه حالا ما ادعایی تو کباب نداریم، ولی خیلی ساله که دارم تجربه میکنم برای اینکه بتونم یه کباب خوب به مردم ارائه بدم. خب این از این، و این آماده شد، ولی برنج گذاشتم. برنجم که آماده شد اینم به سیخ میکشم و مرحله بعدو بهتون نشون میدم. اینکه خوشمزه و خوشخوراک بشه نیاز به یه سیخ کباب داریم که شیپش هم شبیه کباب واقعی بشه. دستمون یه کوچولو تر میکنیم و میریم تو کار کباب درست کردن. این کباب یه مقداری نرمه و دلیلش اینه که میزان پیازش خیلی بالاه. اما فقط میخوام آخر کار کبابو بهتون نشون بدم. خب بازم عیناً همون روشی که یاد دادم بهتون، نیاز داریم که یه گلایی بهش بندازیم. این از این. حالا میایم اینجا و از تو سیخ میکشیمش بیرون به این شکل. دقیقاً شیپ و شکل کباب کوبیده گرفت. حالا همه رو آماده میکنم میچینم بهتون نشون. اینم از کباب آخری. فقط وقتی که از سیخ میکشیم بیرون یه مقداری شکل و شمایلش به هم میریزه، ولی دست اوکی. خب این از این. این کاغذ ها رو هم خریدم و داخل ظرف میندازیم دیگه، روغنش تو همین باقی میمونه. این میادش اینجا و میره تو ایر فرایر. بذار بغلش بگیرم. حالا در مورد حرارتش میخوام باهاتون صحبت کنم. حرارت رو روی 200 میذارید مدت بین 15 تا 10 دقیقه. اما بستگی به چی داره؟ زخامت کبابتون چقدر باشه؟ چه مقداری پیاز بهش زده باشید؟ اما من کاری که میکنم تو 5 دقیقه اول درشو باز میکنم، روشو بر میگردونم، دوباره چکش میکنم و درشو میبندم. دوباره بعد 10 دقیقه چکش میکنم، اگه 100% بود درش میارم. من بارها پختم و تجربه شو دارم. بریم دیگه پای دستگاه و بهتون نشون بدم. این از این و بره داخل. اولین کاری که میکنم دماشو تنظیم میکنم، 180 200 و دیگه میام روی تایمش. تایمشم میذارم روی 15 دقیقه، اما چک میکنم. برو بریم. رو 15 دقیقه بود، الان شد 7 دقیقه. چکش میکنیم. به به، ببین چی شده. حالا میریم برای برگردوندنش. نگاه کنید کبابو، آبدار رو نگاه کنید. میبینید؟ اینجا رو میبینید آب کبابو؟ اما ما نمیخوایم اینو از دستش بدیم. حالا برش میگردونیم. این ورش هم برشته بشه و دوباره برش میگردونیم رو به این ور که دیگه تاپش کاملا باحال بشه. خب کبابا رو اش کردی؟ اینم از کوبیده ما. حالا میریم برای سرو کردنش. یهو کبابی شد. حالا میخوایم تست بگیریم دیگه. شما خودتون همه کباب خوری. نگاه کنین ببینین راحت خورد میشه. نگاه کنین به این میگن کباب. اینه اون کباب بیرونه. نگاه کنین اینا. حالا یه تیکه من میزنم. از کباب رو زغال خوشمزه تر شده. و اینکه یه مطلبی رو میخوام بهتون بگم. فقط تو این روش که درست میکنید برای من یه مقداری میزان نمکش زیاد شد. سعی کنید کم نمک بگیرینش. کم نمک بگیرید چون زمانی که آبش اینا خارج میشه میزان آبش زیاده. وقتی که خارج میشه نمک زیادی داخل گوشت میمونه. امیدوارم که درست بکنید، حالشو ببرید. این یکی از خوشمزه ترین کبابهایی شد که من درست کردم. همین رسیپی رو هم دنبال کنید با خیال راحت. فیلممون اشتراک گذاری کنید اگه درست کردید. کلیپاشو برای من تو اینستا بفرستید تا براتون استوری کنم همه کار قشنگتون رو ببینم.